غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه ایران گفته شواهد کافی برای رسیدگی به پرونده سعید طوسی قاری مشهور قرآن به اتهام تعرض جنسی به چند نوجوان در دست نیست. آقای محسنی اژه‌ای اما گفته به اتهام دیگری در پرونده که از آن با عنوان تشویق فساد نام برده همچنان رسیدگی می‌شود. آقای اژه‌ای گفته که این پرونده 4 شاکی دارد و اثبات ادعاها سخت است و از آنجا که ممکن است افشای جزئیات پرونده به شاکی‌ها آسیب برساند، به چنین پرونده‌های غیر علنی رسیدگی می‌شود. ساعتی پیش با یکی از شاکیان این پرونده گفتگو کردیم و نظر او را درباره توضیحات آقای اژه‌ای در مورد نبود مدارک لازم برای رسیدگی بیشتر این پرونده پرسیدیم. والا مدارکی که ما تحویل این قاضیان محترم دادیم خیلی کامله، یعنی واقعا خیلی کامله. چون ما دو تا توبه‌نامه به دفعت امضای خود یکیش به دفعت یکی به امضای خودشون هستش، به خود آقای طوسی هستش نوشتن. خودشون 9 حلقه سیدی هستش ایشون ضبط کردن که آقا من اشتباه کردم، یا خیلی چیز دیگه مدارک دیگه هستش، اسمس های هستش ایشون دادن. خیلی کامله. من نمیدونم چجوری تونستم یه پرونده به این خوبی که مثلا اینقدر مدارک محکم بوده رو بپیچونن و بررسیش نکنن. او جزئیاتی هم از مواجهه خود با آقای طوسی و مراحل شکایتش گفته که میشنویم. شکایت رو برمی‌گرده به مولش 5 سال پیش، 6 سال پیش که من موقع 12-13 ساله بودم و چون بالاخره توی خانواده مذهبی تقریبا به دنیا اومده بودیم و شکل گرفته بودیم، درسات قرآنی رفتیم مساجد مختلف، اساتید مختلف قرآنی، تا اینکه با آقای طوسی آشنا شدیم. طی قضیه‌هایی ایشون خواستن که ما رو ببینن، بعد که ما هم سنمون پایین بود دوست داشتیم که بالاخره اساتید قرآنی یه جوری پله باشن برای ترقی ما، برای رفتن مراحل بالاتر. زنگ زدن قرار گذاشتن ایستگاه مصلی که ما بریم اونجا ببینیمش، نزدیک همون شورای عالی قرآن هستش. ایشون با ماشین اومدن و بعد ما تو ماشین نشستیم، یه سری اتفاقا افتاد. سه سوال از ما پرسیدن که من خودم که اون سن واسه خیلی عجیب بود که چه مثلا همچین سوالاتی داره راجع به بلوغ و راجع به مثلا به سری مسائلی که مثلا اصلا به صده سن من هیچ رفتی نداشت. بعد به بهونه اینکه هوا گرمه و تابستون بود و عرف کردیم بریم یه دوش بگیریم، ما رفتیم به حموم عمومی بوده شبان خارج از شهر بودش، یه ساعت خورده ای ما داخل بودیم. بعد بهشون ماساژ یه سری کارهایشون انجام دادن که واقعا اصلا در شرم آوره، من نمیتونم بگم. کارش که تموم شد میگم یه ساعت خورده ای بودش دیگه، و خیلی تموم که شده بود خیلی ترس داشتنشون، گفتن که من به کسی نگم این مسائل رو. یه دو جلسه ما تقریبا تو همون حالت که بودیم اصلا واقعا تعجب کرده بودم، اصلا خودم مونده بودم که چه خبر شده، اصلا مگه میشه یه همچین اتفاقاتی بیفته. خلاصه یه دو جلسه همچین رفتاری با ما شد که من دیگه کاملا باشون قطع ارتباط کردم و از شدت ترسی که داشتم هم از آبروم هم چیزه دیگه، بعد تازه فهمیدیم دیگه چه مسائلی بوده. با کسی بیان نکردیم تا وقتی که دیدیم تعداد بچه ها کم نیستش، بچه هایی که اینجوری بودن زیاد، چون ما با خودمون صحبت میکردیم بچه ها میگفت دیدیم تعداد بچه ها زیاده، یواش یواش ما هم گفتیم آره من هم همچین داستانی داشتم. بعد پدر یکی از بچه ها متوجه شدن و بستر شکایت از این آقا فراهم شد که بلوش 5 سال خورده داره میگذره و ما هیچ گونه حرکت و به قول معروف کاری از سمت دولت و مملکت ندیدیم. و پیشتر از یک شاکی دیگر این پرونده درباره دلایل رسانه‌ای کردن این پرونده سوال کردیم. حقیقتاً ما ناامید شدیم از سیر این پرونده، واقعا دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یعنی جرم به این واضحی که این شخص اشخاص زیادی از نوجوانانی که با اشتیاق و علاقه به طرف قرآن، به جلسات قرآنی و اینها میرفتن، به عنوان یه تومه جنسی بهشون تعرض میشده و حالا اومدن توی دادگاه عدل اسلامی اومدن شکایت به صورت گرفته و اینها، ولی شکایتشون بررسی نمیشه. به خاطر این هستش که این قضیه دیگه ضرورتی نداره که کتمان بشه و در حاله ای از ابهام بمونه، چون خداوند متعال هم خودش در قرآن کریم فرموده که خداوند دوست نداره کسی که صداش رو به بدی، به افشای زشتی های شخصی بلند بکنه، مگر مورد کسی که مورد ظلم واقع شده. یعنی به ما ظلم کردن، الان 5 سال هستش که ما حقیقتاً خیلی اولا لطمه روحی بزرگی به ما وارد شده، دوما که زندگی ما رو دچار خلل کرده این پرونده، هنوزم در معرض انواع تهدیدها و اینها هست. این موضوعی نیستش که از ذهن ما خارج بشه، چون بالاخره بحث عرض و ناموس ما هستش، بحث آبروی حیثیت ما هستش. ولی خب به هر جهت ما همیشه سعی میکردیم که از روال قانونی موضوع رو پیگیری بکنیم، ولی خب متاسفانه قانون به ما
خود قانون که باید مظهر عدالت بشه داره به ما ظلم میکنه این وسط. یعنی نه تنها کار ما رو پیگیری نمیکنن، حق مسلم ما رو دارن اینجا زیر پایمال میکنن، زیر پا میذارن. قطعا خانواده ما و افرادی که مرتبط با ما هستن هم از این موضوع رنج میبرن.